17مین روز اسفند ماه برابر با 8 مارچ سال 1295 خورشیدی برابر با 1916 میلادی، تأسیس حزب دموکرات تبریز توسط شیخ محمد خیابانی به دلیل اوج گرفتن دخالت‌های کشورهای روسیه، انگلیس و آلمان در مسائل ایران، شیخ محمد خیابانی روحانی آذربایجانی تصمیم گرفت تا حزب دموکرات تبریز را به وجود آورد. خیابانی سازمان سیاسی خود را دموکرات ملی و آذربایجان را آزادستان نامید. با وجود اینکه قیام خیابانی شوروی‌ها را به وسوسه انداخت، ولی طولی نکشید که دریافتند رهبر نهضت نه تنها روی خوشتشان نمی‌دهد، بلکه نسبت به پیاده شدن قوای شوروی در بندر انزلی نیز سخت معترض است. شیخ محمد خیابانی در حالی دست به این اقدام زد که مردم به خاطر فروپاشی حکومت تزاری روس غرق شادی بودند و خروج نظامیان روسیه از تبریز را آرزو می‌کردند. سال 1342 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، استعفای اسدالله علم از نخست وزیری و انتخاب حسن علی منصور. امیر اسدالله علم که پس از اتفاقات 28 تیر ماه سال قبل به نخست وزیری رسیده بود، سرانجام پس از 20 ماه صدارت استعفا کرد و جای خود را به حسن علی منصور داد. این استعفا و سپس انتصاب منصور از نظر سرعت عمل در مشروطیت ایران بی سابقه بوده است، زیرا در همان روز که علم از کار برکنار شد، منصور به این مقام انتخاب گردید و او که از ماها قبل آماده پذیرش این منصب بود، در همان روز وزرای خود را معرفی کرد. سال 1368 خورشیدی برابر با 1989 میلادی، در گذشت حسین قوامی معروف به فاخته، موسیقیدان نامدار در زمینه موسیقی اصیل ایرانی که در تهران به دنیا آمد و آواز را نزد استادان مشهور فرا گرفت و طی چند سال ردیف‌ها و دستگاه‌های موسیقی را به خوبی آموخت. از وی آثاری به همراه پیانوی محجوبی و دیگر نوازندگان در دست است. وی سرانجام در 80 سالگی در تهران درگذشت و در امامزاده طاهر کرج مدفون شد. سال 1371 خورشیدی برابر با 1992 میلادی، در گذشت احمد عبادی، استاد برجسته ستار و موسیقی اصیل ایرانی که در تهران به دنیا آمد و در کودکی پدرش را از دست داد و تحت تکفل برادرش قرار گرفت. احمد عبادی از نوجوانی به فراگیری موسیقی ایرانی پرداخت و پس از سالها نواختن ستار، شیوه جدیدی را در نواختن این ساز ارائه داد. استاد عبادی در تعلیم موسیقی به دیگران بسیار کوشا بود و از طریق آموزش پیگیرانه و تشویق شاگردانش به تمرین و ممارست، موسیقی اصیل ایرانی را رشد و توسعه داد. او ردیف‌های موسیقی ایرانی را گردآوری کرد و آنها را به شاگردانش آموخت. از استاد عبادی آثار بسیاری در موسیقی به جای مانده که برای دوستداران موسیقی سنتی ایران گنجینه گرانبها محسوب می شود. از جمله این آثار اجرای کوک‌های مختلف ستار است که حاصل 80 سال تجربه اوست. استاد احمد عبادی سرانجام در 88 سالگی درگذشت.